درود بیکران بر همه شما عزیزان و خوبان. اتفاقی که دوتا نفکش یونانی رو ایران گرفت بسیار سر صدا کرد. همون شب رسانه العربیه اومد واکنش نشون داد. صحبت‌های کار نشناس العربیه عربستان سعودی که متعلق به استخبارات عربستانه و فعالیت زیادی در ایران ستیزی در تمامی این سالها داشته رو دوست داشتم با هم یک نگاهی کنیم. دم بچه های کاوش مدیا گرم که ترجمهش کردن با هم داشته باشیم و یک تحلیل روی این قضیه داشته باشیم که چقدر این اتفاق نفکش هایی که ایران اومد از یونان گرفت بزرگ بود. اونا اومدن با زورگویی به درخواست آمریکا نفکش ایرانی رو، در حقیقت نفکش که برای روسیه بود ولی محتوای نفتش برای ما بود و میدونستن، اومدن سوخت ما رو دزدیدن و ایران یک اقدام بزرگ انجام داد در خلیج فارس، دو نفکش یونانی رو گرفت و باعث شد که دشمنان وجودی ایران بسیار بسیار هرس بخورن. ببینیم العربیه چی میگه. اهلا بكم من جديد. اذا مشاهدينا موقع لودلست لاخبار الشحن البحري، قوات ايرانيه صعدت على متن ناقله نفط ترفع علم اليونان، وتحدث موقع لودلست لاخبار الشحن عن تقارير غير مؤكده حتى اللحظه اشارت الى استيلاء ايران على ناقله يونانيه ثانيه. خب موجي فلان داره میگه که چه اتفاقی افتاده و ایران دو نفکشه گرفته. وكانت إيران استدعت في وقت سابق من اليوم ممثل المصالح الأمريكية لديها احتجاجا على مصادرة سفينة نفط إيرانية قرب اليونان. وفي وقت سابق ذكر موقع نور نيوز شبه رسمي بأن إيران قررت اتخاذ إجراءات عقابية ضد اليونان بسبب مصادرة شحنة نفط إيرانية قبالة الساحل اليوناني. وانضم إلينا عبر الهاتف مسعود الفك، الباحث في الشأن الإيراني. أهلا بك سيد مسعود. بداية، هل رد الفعل الإيراني هذا كان متوقعا، وهل سبق وأن قامت إيران بأعمال من هذا النوع ربما ردا على أي احتجاز لسفنها في المتوسط أو مناطق؟ حالا موجی داره از کارشناس میپرسه که قبلا آیا ایران این کار کرده، چنین پاسخی داده که بخواد نفکش دیگران رو بگیره که نفتش رو مثلا مصادره میکنن. حالا بریم کارشناس چی میگه. اخرى بالعالم. طبعا هذه سابقا ايضا ايران قامت بهذا العمل عندما خب کارشناس به مسئله دو سال پیش و اتفاق گرسوان داره اشاره میکنه که ایران کشتی امپروی انگلیس گرفت. صادرت بريطانيا في منطقة جبل الطارق حوالي تقريبا سنتين، لست متأكدا من التاريخ، على سفينة في منطقة جبل الطارق، فقامت إيران باحتجاز سفينة بريطانية في مياه الخليج. والآن أيضا وقايضت السفينة سفينتها بالسفينة البريطانية آنذاك. نعم، كما قامت ايران باحتجاز سفينه. اشاره میکنه بعد از داستان کشتی امپرو میگه ایران کشتی کره جنوبی رو توقیف کرد به خاطر پولهای بلوک شدهش. کره جنوبی و طلبت من کوریا بان تدفع لايران اموالها المجمده في كوريا اللي هي حوالي 7 مليارات دولار. والآن يبدو بأن السفينتين تم احتجازهما في مياه في مضيق هرمز حسب وسل فاوندر، وهي شركة لرصد حركة السفن، تؤكد بأن المكان الذي تم السيطرة على السفن كان في مضيق هرمز. فقط اسمح لي أن أشير بأن البحرية الأمريكية الآن تؤكد بأنها تتابع تقارير عن استيلاء إيران على ناقلتي نفط يونانيتين. كيف تعتقد بأنه يمكن التعامل مع حالا موجی سوال مهمتری میکنه، میگه که چگونه میشه با این کار ایران مثلا اومد مقابله کرد و برخورد کرد، چه واکنشی به ایران حساس است، چون ایران در حال تهدید به دریانوردی در حوزه خلیج فارس. میگه این جلو ایران چجوری میشه گرفت، اینجا مهمه. هناك حساسیه في التعامل مع ایران كونها تهدد الملاحه في الخليج، خلیج فارس. اولاق ها خلیج را انداخی، خلیج فارس.
باعتقادي على ضوء موقف الإدارة الأمريكية. خب کارشناس خیلی چیز جالبی میگه، میگه به نظر دستایی موضع دولت فعلی آمریکا شاید یک موضع گیری جدی در قبال ایران نخواهیم بود. الان ایران هر دو کشتی رو در اختیار داره. ببین یک تصویر غلطی که کارشناسا دارن میدن، میخوان ضعف بایدن رو در برابر ایران مطرح کنن. هی میگن آقا اصلا ایران این کارهایی که میکنه مثلا چون بایدن ضعیفه کاری نمیشه کرد جلوی ایران. ولی سوال اینجاست، ببینید شما بیشترین ضربات به آمریکا و متحدانش در دوران آقای بایدن زده نشده، برعکس در دوران آقای ترامپ زده شده. از اتفاق بندر فجیره تا سوراخ شدن کشتی ژاپنیا تا استان بقیق عربستان که رفت هوا و پالایشگاه آرامکو باعث شد با تخریبش که موشک‌های ایرانی و اینا خوردن 50% از تولید نفت عربستان کاسته بشه، تا زدن خود عین الاسد و گلوبال هاک و غیره و غیره و غیره، همه اینا در دوران ترامپ انجام شد. بیشترین ضربه در دوران ترامپ و ترامپ هیچ کاری نکرد. یه تصدیقی میخوام بدن که آقا ترامپ مقتدر بود، ولی عملا ما بیشترین ضربه رو در دوران ترامپ به آمریکا زدیم و متحدانشون. اتفاق استان بقی خب خیلی بزرگ بود، در دوران ترامپ بود نه در دوران آقای بایدن. من چرا کارشناسای عربی همش میخوام بکنن تو پاچه بایدنه؟ گور بابای بایدن و ترامپ جفتشون با هم، ولی ایران بیشترین ضربه رو در دوران ترامپ زده. الأمريكية الحالية أنا لا أتوقع من الإدارة الأمريكية تتخذ موقف صارم تجاه إيران. الآن هي سيطرت على سفينتين برادنت واريور وديلتا بوزيدن، والسفينتين تحملان العلم اليوناني وهي ملك. میگه که آره این اجرای شدن تهدیدهای ایرانی که این دوتا نفکش یونانی رو گرفتن الان هم در اختیار دارن. الحكومة اليونانية وواضح بأنه هذا ترجمة لتهديد من قبل وسيلة إعلامية قريبة من مجلس الأمن القومي الإيراني وهي نور نيوز، عندما قالت قبل فترة بأن إيران سوف ترد بالمثل على احتجاز. عشان داره میگه آره ایران تهدید کرده بود این کارو میکنه، خیلی شفاف تهدید کرده ایران. هر کی نفکشه ایران رو بخواد تو آبهای آزاد برخلاف کنونسیون حقوق دریاها بیاد و مصادره بکنه، اذیت کنه، بخواد چوب لای چرخ ایران در عرصه های تجارت آزاد دریایی بذاره، خب ایران تهدید کرده، از منافعش باید دفاع کنه. بقیه کنونسیون بازی و حقوق بشر و چه میدونم مسئله حقوقی اینا رو کاغذه. دنیای واقعی اینه که تو بتونی در میدان نشون بدی که آقا من اقدام میکنم، حوصله این بوروکراسیای شوخی هم ندارم. نمیشه که برخلاف کنوانسیونه که خود اینا نوشتن، ما هم توش دخیل نبودیم که نوشتن، برخلاف کنوانسیون حقوق آزاد دریایی و تجارت دریایی شما بیاید مزاحمت ایجاد کنید برای نفکش های ایران، بعد اینا هم وایس نگاهتون کنه؟ کدوم منطقی همچی چیزی رو اجازه میده؟ کدوم منطقی همچی چیزی رو میاد و مهر تایید بهش میزنه؟ نه، ایران باید پاسخ بده و داد. حالا الان دوزاریاتون میفته. مصادرة النفط من السفينة المحجوزة من قبل يونان. برأيك هل يمكن أن تنجح إيران؟ حالا مواجه میپرسه آقا همونطه که ایران، آیا به نظر شما اگه ایران همونطه که دفعه قبل سر گرسوان موفق شده این بار هم میتونه موفق بشه و با این دوتا نفکش کشتی خودش رو تبادل بکنه اینا و اون چیزی که ایران میخواد مثلا بهش میرسه یا نه؟ كما نجحت في السابق بمقايضة السفينتين الإيرانية اليونانيتين بالسفينة الإيرانية المحتجزة لدى السلطات اليونانية. إذا نريد أن نحكم وفقا لما حدث في السابق ووفقا لنتائج احتجاز إيران سفن مقابل. خب کارشناس سعودی میگه بله، همونطور که اگه بخوایم بر اساس اتفاقاتی که قبلا افتاده بخوایم قضاوت کنیم، بله ایران میتونه دوباره همون اتفاق دوباره بیفته و کشتی خودش رو مبادله بکنه. تحریر سفنها قد يتكرر نفس السيناريو عندما لا يوجد موقف دولي موحد لذا نرى. خب من میگم آقا وقتی که موضع گیری بین المللی یک پارچه وجود ندارد، میبینیم که هر چند وقت یک بار این داستان تکرار میشه. ان هذا السيناريو يتكرر بين الحين ولا. نه ببین این موضع گیری یک پارچه بین المللی، این اساسا این حرفا مزخرفه. در مورد روسیه هم این حرفا میزنن، خب مزخرفه. دیدید که موضع یک پارچه بین المللی جایی که جدی شد در مورد نفت و گاز روسیه نتونستن موضع یک پارچه بگیرن.
موضع یک پارچه نیازمند منافع مشترک یک پارچه است. منافع دنیا بر اساس موقعیت جغرافیایی و موقعیت اقلیمی و موقعیت جمعیتیشون متناسب با یکدیگر نیست که بتونن موضع یک پارچه بگیرن. انگشتان یک دست هم اندازه هم نیستن. این که اساسا ما موضع یک پارچه بگیریم سر یک موضوع در عرصه بین الملل اساسا حرف غلطیه. یک بعد مسئله، خب مثلا شما یک پارچه موضع بگیرید علی ایران، خب الان مثلا شما کشور عربی هم بگیرید، آقا شما موضعی که علی ایران میگیره، شما کشورهای عربی با آمریکا و اروپا متفاوته، شما دم دست مایید، بوتتون کنیم باد میبرتتون. خب نمیتونی موضع ولی وقتی آمریکا موضع علی ایران میگیره با 10000 کیلومتر ورتره، خاکش با ما جداست، اون دستش بازتره برای دشمنی با ایران. شما چی؟ شما هم دستتون بازه، یه رفعه به تیر غیب مثل دوستان استان بقیق گرفتار میشید. یه رفعه متحدان ایران یه رفعه دیدید آقا پهپاد فرستادن، فلان فرستادن، ابوظبی رفت هوا. تا که نمیتونی موضع، آخه امارات و مثلا عربستان که نمیتونی موضعی که نمیتونید یک پارچه باشید، چون اصلا موقعیت های جغرافیاییتون و منافعتون اصلا متفاوته. شما دم دستید بابا، همین بغل خودمونید. بس سر روسیه هم همین بود. اروپا نمیتونه موضعی که عیناً آمریکا میگیره علیه روسیه بگیره. آمریکا نیازی به نفت و گاز روسیه نداره، ولی اروپا داره. نمیتونن موضع یک پارچه بر متناسب بعد باشه بر اساس اون که همه منافع مشترک داشته باشن. خب آقا اصلا شرایط دنیا اونجوری نیست که کسی بخواد موضع. یکی اینه، یکی دیگه هم اینه که آقا وقتی موضع یک پارچه میگی کی میخواد هزینه‌شو بده؟ ایران آماده است که منافع خودش بخواد دفاع کنه. وقتی منافعش تو خطره میگیره نفکش. حالا یونان الان حرف آمریکا رو گوش کرد، دو تا نفکشش رفت. حالا این دنیا موضع یک پارچه باش بگیرن یا نگیرن، نتیجه برای یونان چیه؟ نتیجه ای نداره. الان دو تا نفکشش دست ایرانه. بایستی ببینید با صلح زندگی کرد. اینکه آقا موضع علی ایران بگیرید، ببینید ما هممون رو کره زمین سوار یک کشتیم، میخواین موضع علی ایران بگیرید ایراد نداره، ولی مسئله اینه که نمیتونی ایران رو حذفش بکنی و این قضیه رو بفهمی. دنیا چند قطبی شده، شما هنوز این واقعیت رو نمیتونید بپذیرید که دنیا یه تک قطبی با رهبریت آمریکا تموم شد رفت، قدیمی شد رفت. به صرف داشتن رسانه و پروپاگاندای رسانه‌ای نمیتونید دنیا رو بچرخونید. دنیا عوض شده. یه چیزی هم بین خودمون دیگه، الان چین در آینده حتی دنیای شبکه‌های اجتماعی مرکزیتش از آمریکا میره به چین. یادتون باشه چین در آینده سردمدار شبکه‌های اجتماعی دنیا خواهد بود. آمریکا همه مسائل چنج میشه و انتقال قدرت به چین میره. اینا رو یه خود دو تا چهار تا بعد بکنیم. بنابراین اینکه آقا مثلا بشینیم با هم دیگه علی ایران طرح بریزیم، باشه بریزید، ولی هزینه‌شو اول از همه شما کشور عربی میدی. هر کی هم بخواد مزاحمت ایجاد کنه اول از همه اون هزینه میده. حالا میخواید با هم متحد شید تو کاغذ بشید، ولی تو میدون مطمئن باشید در برابر ایران نمیتونید متحد بشید. رو کاغذ و رسانه و لب و لوچه و اینا آره برید با هم دیگه متحد بشید علی ایران، ولی ایران هر جا ببینه منافعش در بحث میدانی در خطر افتاده هزینه رو دوشه اون کسی میذاره که اومده و منافع ملی ایران رو در میدان خدشه‌دار کرده. اینو خواستم بگم. اینا تحلیله، ما تحلیل داریم میکنیم، واقعیت هم دارید میبینید، کور که نیستیم. برای همین چون درست تحلیل میکنیم بیننده زیاد داریم. عاشقتونم، دمتون گرم، همتون به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.